با درود و سرخط خبرها، بازداشت امام و نمازگزاران یک مسجد در کابل، جان باختن سه کودک در مسیر قاچاق به ایران، قتل یک تن در میدان وردگ از سوی طالبان و تاکید وزارت دفاع پاکستان از حمله به کشور. ادامه اخبار بامدادی از خراسان اینترنشنال. منابع میگویند که سه کودک از شدت تشنگی در مسیر قاچاق به ایران جان باختند. مردی در میدان وردگ از سوی یک جنگجوی طالبان به قتل رسیده است. در پی درگیری میان طالبان و دزدان مسلح در کابل، یک دختر جوان در پی تیراندازی جان باخت. وزیر دفاع پاکستان میگوید که ما در کشور زیر سلطه طالبان عملیات کردیم و به آن ادامه خواهیم داد. در پی افزایش ناامنی ها در نیمروز، باشندگان نیمروز میگویند که سرقت ها خواب را از چشمانمان ربوده است. یونیسف میگوید که در سال جاری 190 مکتب در کشور میسازد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که ویز در نشست دوحه برای رهایی زندانیان آمریکایی بر طالبان فشار آورده است. منابع از کابل میگن که طالبان یک مسجد اهل تشیع را مهرلاک نموده، امام و نمازگزاران آن را نیز زندانی کردند. استیفان دوجاریک میگوید که ما در موقعیت نیستیم که بتوانیم کشورها را مجبور به اشتراک در نشست دوحه کنیم. یک پژوهشگر ایرانی به پزشکیان میگوید که جلیلی طالب نیست، شما هم لطفاً اشرف غنی نباشید. سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید که سیاست های طالبان در مورد زنان و دختران کشور اسلامی نیست. نماینده اتحادیه اروپا میگوید که نشست دوحه ارزش امتیاز دادن به طالبان را داشت. نیویورک تایمز میگوید که ژنرال های اسرائیلی خواهان آتش بس در غزه هستند. در پی سیلاب ها و رانش زمین در هند 16 تن کشته شدند. و ایران میگوید که در صورت حمله اسرائیل از اسبلا دفاع خواهیم کرد. اخبار بامدادی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. بامدادتان نیکو.